یکی از اصولی که در بهبود و رشد روابط انسان با دیگران تأثیر بزرگی دارد، همزیستی، مدارا و تحمل دیگران است. ارتباط با دیگران و همزیستی در اجتماع چنان تاثیرگذار است که اختلافات، کدورت‌ها و خشونت‌ها را از بین می‌برد و باعث صلح و آرامش فردی، خانوادگی و اجتماعی می‌شود. از طرف هم، صلح و همزیستی مسالمت آمیز از توصیه‌های خداوند در قرآن کریم و از اهداف مهم انبیا به ویژه پیامبر اسلام است. حالا به همین اساس تحکیم و گسترش وحدت و اخوت در بین همه اقشار جامعه و ارتباط سالم با دیگران از اهداف اجتماعی اسلام محسوب می شود. سلام، وقت شما بخیر. به این برنامه خوش آمدید. در این برنامه می خواهیم در مورد همزیستی و مدارا در اجتماع صحبت و گفتگویی داشته باشیم با کارشناسان و مهمانان برنامه. جناب دکتر سید عبدالسلام حسینی استاد پوهنتون، دکتر محمد رفیق قریق استاد پوهنتون و استاد آقاگل محمدی. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. چه خوب است که سوال اول خود از جناب دکتر قریق سید داشته باشیم، چرا که لطف میگیره و سوالاتی که ما یادداشت کردم از جناب استاد. استاد عزیز، وقتی حالا ما از همدیگر پذیری و همزیستی و همچنان مدارا در اجتماع صحبت میکنیم، حتما در اسلام هم نکات در این مورد تاکید شده یا عنوان شده. چه خوب است که در این قسمت از زبان شما بشنویم که همدیگر پذیری یا همزیستی در اجتماع واقعا تاکید شده در اسلام. الحمدلله وحده و صلات و سلام علی الله نبی بعده. من هم به نوبه خود عرض سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون هدفمند معراج دارم. سلام و خوشحالم از این که در خدمت شما خوبان قرار دارم. بحث همدیگر پذیری و همزیستی و مدارا بحث بسیار مطلوب است و البته پیش از اینکه ما خواسته باشیم به جواب سوال شما پردازیم، خوب است که به کلمه مدارا یا که به عربی به تسامح اشاره شده اشاره داشته باشم که بزرگا یعنی اهل لغت کلمه تسامح را از سامحهو یعنی با وی بسیار نرمی و خوشرفتاری کرد ترجمه کردند و همچنین ابن عاشور یکی از بزرگان اهل لغت می‌فرمایه که اصل سماحت به معنای آسانگیری در رفتار و آمیزش و زندگی با دیگران است، یعنی نرمی در مواردی که معمولا در اونها خشونت صورت میگیرد به اونجا نرمی صورت بگیره، یعنی انعطاف صورت بگیره. و حدیثی هم داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دعا کردن رحم الله رجلا سمحا اذا باع و از اشترا و از اقتضا، خدا رحم کند او شخصی را که آسانگیری میکنه زمانی که چیزی را میفروشه و یا هنگامی که چیزی میخره و یا طلب خود از کسی درخواست میکنه، یعنی این دعای خیر به حقه این افراد و اشخاصی که اینها از سماحت و از مثلا گذشت و از این تافیزیری اونها با کار میگن. همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جای دیگه میفرمایند که بایستو بلا حنفیت سمحه، یعنی هدف پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث این قسم بیان شده که هدف بعثت ما و مو آسانگیری هست. بله، پس یعنی سوالی هم شما که مطرح کردیم این واضح میشه و آیه مبارکه که الله عزوجلال میفرماید در سوره آل عمران 159 هست که این بسیار با تأکید پیامبر متوجه می سازه، می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، یعنی از رحمت خدا بود که با مدوم نرم خوی بودی. بله، این لطف احسان الله که پیامبر به ما
یک انسان با اخلاق خلق عظیم با یک خلق نیکو و خلق شایسته و خلق نیکو رو پیامبر میکنه، او رو مبعوث میکنه و او رو به ما به عنوان یک رحمت، لقد من الله، میفرمای الله ذوالجلال که منت الله، لطف احسان الله که پیامبر با این مزایا و این خوبی ها برمیگزینه. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، اگر تو انسان خشنی می بودی، علیاذ بالله، اگر پیامبر خشن می بود، لنفضوا من حولک، مردم از دور تو، از حولتو دور می شدند، فاصله می گرفتند. پس وظیفه تو چی هست؟ فاعف عنهم. اگر عفو با کجا هست؟ عفو جایی است که از یک طرف خطای سر بزنه، عفو در جایی است که ظلمی از کسی صورت گرفته مقابل از او و با او ظلم کرده، پس این چی عفو میکنه؟ و عفو اما ظلمه که عفو کنه کسی که برای تو ظلم کرده. پس خدای پاک میفرمه فاعفو عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، و با این مردم و با یاران خود، با یاران برگزیده خود چرا کو مشوره کن و از نام بسلا تک تهزی نکن، یک تهزی بسلا نکن، با مردم نرم باش، با مردم تساهل داشته باش، همزیستی را ای آیه مبارکه ورد میکنه و بیان میکنه. و طبیعی است که ما در جامعه سنت الهی است که از اخشار مختلف، هر جامعه که ما داریم از اخشار مختلف متشکل است. در جامعه آیه مبارکه خداوند پاک میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این سنت الهی است که خدای عظیم فقط اصل ما و مو حضرت آدم و بی بی هوا هست، اما بعد میبینیم که ما به زبانهای مختلف، به اخشار مختلف، به اقوام مختلف و از مناطق مختلف و همه در اصلا باز حکمت و هدف عمده و مهم در این آیه مبارکه خود الله عزوجلال بیان میکنه لتعارفو، دیگه مزیتی نیست. پس به این معنا که جناب دکتر صاحب این حرف تازه نیست، پس ما در قرآن کریم داریم و همچنان حرف انبیا و پیامبرا هست و خصوص پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که یعنی با هم دیگر پذیری و همزیستی، بعد که همچنان ما اهمیت بدیم و او را الگو بسازیم برای خود. بله، پیامبر ما صلی الله علیه و سلم الگو بودن. خدای عظیم میفرماید که پیامبر برای شما اسوه هست، الگو هست، پس شما اسوه هست. ببینیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه چی گونه با مردم زیست داشتن، در مدینه منوره با ادیان مختلف، با عقیده های مختلف، با مردم مختلف، با قشرهای مختلف، او عصبیتی که قبل از اسلام در مکه مکرمه بیداد میکنه، در مدینه منوره بیداد میکنه، ولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میاد اینا همه گرد هم جمع میکنه با اصل تعاون، با اصل همکاری، با اصل همزیستی، اینا رو با اصل ایثار، با اصل فداکاری اینا رو کنار هم جمع میکنه. او میشه که یک محیطی، یک جامعه، یک مدینه فاضله ایجاد میکنه. بسیار شکر جناب دکتر حسین سین. حالا وقتی ما از منظر اسلام فهمیدیم و متوجه شدیم که تاکید شده بر همدیگر پذیری، همزیستی، بالاخره مدارا در اجتماع، این فرد مشخص نکرده، بلکه وقتی میگیم جامعه همه در بر میگیره، چنانچه جناب استاد پیشتر آیه مبارکه هم تلاوت کردن به ترجمه گفتن. حالا شما عضو شبکه مردمی صلح هستین در هرات و همچنان فعالیت های دارین، در بین اجتماع هستین، در بین مردم هستین و مشخص است وقتی یک فرد داخل جامعه باشه، داخل اجتماع باشه، تفاوت ها میبینه، تاثیرگذاری ها میبینه، ویا این که اگر فعالیت داشته باشه نتیجه از اون مشخص میشه. شما که عضویت شبکه مردمی صلح دارین در هرات، آیا تا به حال در فعالیت های خود و یا در مجموع نتیجه در بر داشته و چگونه دیدین این روند؟ به نام خدا، عرض سلام حضور شما و همچنین مهمانان گرامی و بیننده های عزیز. اولا من هم چه خوب است که صحبت خود را با آیه ای از کلام الله مجید شروع بکنم و بعد از او به پاسخ سوال شما بپردازم. الله متعال در قرآن کریم می فرماید و صلح و خیر.
صلح نیکو هست، پسندیده هست. ما از بعد تأسیس شبکه مردمی صلح ما حدوداً 15 عضو داریم که اعضا همه با هم به خاطر پیشرفت و همچنین ایجاد صلح و ایجاد همپذیری و همزیستی با هم در کنار هم می‌خواهیم در کشور خود خصوصاً در منطقه خود این فرهنگ سازی بکنیم. و چیزی که مربوط به فرهنگ میشه مطمئناً نیاز به زمان و مدت بیشتری داره، ولی خوشبختانه در مدتی که ما آغاز کار انجام دادیم ما طی از این مدت مدید یا کوتاهی که میشه ما چندین گفتمان داشتیم که گفتمان ما 3 در ولایت هرات بود که هر گفتمان حدوداً 100 نفر از اقشار مختلف که هم از علما، اساتید، خواهران، برادران و دانشجوها، شاگردان های مکاتب، همه متعلمین همه حضور داشتند و از مقامات اداری و یا حکومتی هم در این گفتمان ها آمدن که تحت عناوین متفاوت و مختلف ما برنامه خود را شروع کردیم. و خوشبختانه در برنامه ما یک عنوانی که در گفتمان های ما بود، برنامه در گفتمان های ما پنل بود و در پنل ها ما توانستیم که مقامات حکومتی را داشته باشیم با خود و مردم با دید باز و یک فرهنگ همزیستی و همپذیری دولت و حکومت و ملت سوالات خود را داشته باشند از مقامات حکومتی. و خوشبختانه ما هدف ما این است که ما بتوانیم اولا بین خود همین فرهنگ همزیستی رو ایجاد بکنیم که این فرهنگ همزیستی باعث ایجاد دور شدن کل تنش ها و مشکلات و ناهنجاری های جامعه بشه. و ما گفتمان های ما بر همین منوال با عناوین متفاوت در ولایت هرات که گفتمان های ما هر گفتمان 100 نفر و در گفتمان رادیویی هم ما داشتیم که در اون هم مهمان های آمدن و نظریات خود در راجع به مدارا، همزیستی و مصالحه صحبت داشتیم. و چندین حل منازعاتی که منازعات فامیلی و بین الفردی بود اونها را هم الحمدلله توانستیم در باز اعضای شبکه اونها را راهکار پیدا بکنیم و صلح مصالحه در میان از اونها ایجاد بشه. و در همین اواخر ما یک گفتمانی را داشتیم در کابل که در اونجی از ولایاتی که همه با هم جمع شده بودیم، ولایاتی که این فعالیت اعضای شبکه داشتن، همه از 5 ولایت جمع شدیم و در اونجی با مقامات حکومتی و مردم نشستیم و کل همین موضوعات همزیستی از نظر اسلام، از نظر اجتماع، از نظر سیاسی چه تأثیراتی داره با هم گفتگو و مباحثه داشتیم. بزرگترین تأثیری که از نظر شخصی من این گفتمان ها داشت این بود که ما توانستیم ایجاد گفتگو را در میان مردم با هم که ما از ولایت متفاوت و یا از اقشار مختلف در ولایت هرات و بعد از او همین گفتمان ها با مقامات حکومتی با یک روش نرم، مسامحه، تسامح، تساهل آغاز شد. و خوشبختانه تا به این مرحله ما گفتمان هایی داشتیم و حل منازعاتی داشتیم که اینا به نظر من ایجاد اعتماد به نفس به ملت و حکومت ایجاد کرد که بتوانند ملت سوال خود بپرسه و مقامات حکومتی هم و یا اعضای اجتماع جواب این موضوع بپردازه. درسته. حسینی صدر این قسمت کوتاه برای جواب بده. وقتی شما چنین گفتمان های راه اندازی میکنید و بعد به هدف این که کدورت ها رو دور بکنید و همچنان فاصله ها رو کاهش بدین و در عین حال همه به هم دیگر پذیری و همزیستی دعوت بکنید،
این حلقه به این گفتمان ها در سطح شهر هست، حاشیه شهر هست و یا روستاها و نسبانی های دوله هست؟ ما در گفتمان هایی که داشتیم از نواحی ولسوالی ها قریه جات از همه اشتراک داشتند و اونها کسایی بودند، نخبه ها بودند، کسایی که می توانستند درد خود را به اشتراک بگذارند. اونها همه با هم معذرت او محدود و مخصوص به شهر و یا نواحی شهر یا ولسوالی ها نبود. از هر منطقه، از هر نقطه ای ما جمع‌آوری کردیم و در این گفتمان ها اشتراک کردن و صحبت های راجبی موضوع داشتن. محدود و محصول به یک منطقه خاص نبود. بسیار تشکر. جناب دکتر حسین سید، حالا وقت شما داخل جامعه هستن، بالاخره همونطور که پیشتر هم اشاره کردم مواردی هم که خود شما اشاره کردین که استقبال صورت گرفت از سوی مردم، بالاخره در این حال مقامات حکومتی هم سهم داشتن در این گفتمان ها و اگر سوال بوده و یا اگر بالاخره در قسمت مشوره‌ای بوده اونا هم سهم گرفتن. دقیقاً از دید شما خود حکومت یا دولت در کنار جامعه میتونه چه نقشی ایفا بکنه در قسمت همزیستی و مدارا در اجتماع یا هم دیگر پذیری؟ ببینین، همیشه حکامند یک مقوله‌ای داریم، البته فکر کنم حدیث باشه، البته من مقوله میگم چون احتمالا اگه حدیث نباشه، الناس و علی دین ملوکی، مردم بر روش و آیین حکمای خود هستند. اگر حاکم ما و یا حکومت ما همزیستی و مدارا و تساهل نداشته باشه، مطمئنن مردم هم امو روش و امو منش در پیش میگیرن. نقش دولت به مثابه یک رئیس فامیل هست که در فامیل، اگر در خانواده جامعه کوچک، اگر رئیس خانواده تساهل، تسامح و همدیگر پذیری و همزیستی رو در خانه فرهنگ سازی نکنه، مطمئنن در خانواده اعضای خانواده هم همو عکس العمل رو انجام میدن و باعث میشه که تنش ها و خشونت ها رو افزایش بده. به همین اساس هست که حکومت هم عین چیز هست، باید تساهل داشته باشن که خوشبختانه ما توانستیم در این گفتمان ها مقامات دولتی رو داشته باشیم و اونها پاسخ به سوالات مردم دادن و این خود یک لااقل گره ای از دل مردم باز شد و مردم صحبت خود کردن و دولت هم در توان خود جوابی را به اونا ارائه کرد. بسیار تشکر. جناب استاد محمدی سید، به شما برمیگردیم و اینکه حالا صحبت های جناب اساتید بزرگوار کردن در مورد هم از دیدگاه اسلام، هم از بالاخره بود جامعه و فعالیت هایی که در جامعه داشتن و به خصوص در قسمت همدیگر پذیری و همزیستی و مدارا در اجتماع. من میخوام از زبان شما بشنوم، جدا از مسئله ای که حالا سوال اساسی من این است که رسانه ها چه نقش میتونن ایفا بکنن در همزیستی و همدیگر پذیری، دیگه چه زاویه های میتونه که مؤثر باشه برای همدیگر پذیری و همچنان مدارا در اجتماع؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمانان عزیز و بدین زبان عزیز. اولا پیش از اینکه سوال شما را جواب بدم، آیه مبارکه قرآن عظیم شان است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و تعاون علی البر و التقوی و لا تعاون علی الاثم و العدوان، صدق الله العظیم. ثانیا، انسان یک موجود اجتماعی است. بدون اجتماع زندگی کردن در انسان ممکن نیست، باید در اجتماع باشه و با اجتماع زندگی کنه. یگانه کسی که بدون کسی میتواند و بدون اجتماع زندگی کند فقط ذات الله جل جلاله است. انسان به واسطه این که نیازمند به هم دیگر است، هر فرد ما نیاز به هم دیگر داریم، باید با اجتماع باشیم، باید با هم دیگر باشیم و این اجتماع رو وقتی میتوانیم تشکیل بدیم که با هم تساهل داشته باشیم، همدیگر پذیری داشته باشیم و با همدیگر گذشت داشته باشیم، صبر داشته باشیم، ما میتوانیم در یک اجتماع زندگی کنیم. اگر این صبر ما و تساهل ما و همدیگر پذیری برای ما وجود نداشته باشه، و
پس ما نمیتونیم در کنار هم دیگر زندگی کنیم و یک اجتماع تشکیل بدیم که از کوچکترین اجتماعی که خانواده باشد و شروع میشود تا به اجتماعی که یک دولت است و یک ملت است و یک حکومت است، همه اینها برمیگرده روی همین مسئله همدیگر پذیری و با همدیگر صبر و تحمل کردن و قول همدیگر پذیرفتن و برداشتن منوتو را از بین همدیگر. یعنی باید ما بگیم ما هستیم، نگیم من و یا شما هستیم، بلکه ما وقتی کلمه ما رو بگیم یعنی همه ما در کنار همدیگر هستیم و با همدیگر یک اجتماع رو میتونیم تشکیل بدیم و با همدیگر زندگی کنیم. و در پاسخ سوالی که شما کردیم، نقش رسانه ها هست در مسائل اجتماعی و در مسائل همدیگر پذیری. یکی از جمله نمونه هایی که میتونیم همین پلن مثال برازندهی برای شما ارائه کنیم، همین اجتماعی که همین پلن همین گردهمایی که ما و شما یعنی برنامه که پلن برای شما داریم، همین خود از این باعث میشه که همین از دیدگاه اسلام، از دیدگاه سیاست، از دیدگاه اجتماع میتونیم همین همدیگر پذیری برای مردم و قول به گوش مردم برسانیم و اونا آیات مبارکه و دیدگاه های متفاوت را بشنوند و بفهمند که بله این مسئله یک چیز نو و جدیدی نیست، بلکه یک چیز سابقه طولانی داره که اسلام 1400 سال قبل به این اشاره کرده که باید در کنار همدیگر باشیم و همدیگر پذیری داشته باشیم. و ببینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که در غار برایشان آیات نازل میشه و مدت انقطاع وحی صورت میگیره، بعد از اون باز پیامبر خداوند متعال برای پیامبر میگه پیامبر رقی برو در بین اجتماع برو و اینجا جای تو نیست، باید بری در بین اجتماع و اجتماع را بسازی. وگر نه پیامبر علیه السلام چی نیازی داشت که بیاید در بین جامعه و در پیش افراد که به او سخنان زشت بریش بگن یا او را اذیت بکنن؟ و این خود از این بیانگر اینه که باید در اجتماع باشیم و اجتماع نیاز داشت به پیامبر. پس حالا که وقتی که ما و شما هستیم با همدیگر باید باشیم و همدیگر پذیر باشیم و نقش رسانه‌ها همین کار را انجام میده که همین صحبت از دیدگاه دانشمندان و قول دانشمندان علما را میگیره و به سمع و نظر مردم میرسانه و مردم آگاه میسازه برای اینکه باید با همدیگر باشیم و باید با شما زندگی کنیم. بسیار تشکر. حالا محمد سه وقتی این صحبت قشنگ کردین و معلومات خوبی هم دادیم و همچنان از دیدگاه اسلام، وقتی ما گفتمانهای کوچک تشکیل میدیم یا گفتمانهای بزرگتر تشکیل میدیم، مزایایی میتونه چی باشه یا تاثیرگذاری میتونه بر جامعه چی باشه جدا از این که فردی یا تاثیر میگذاره؟ از جمله فواید از این همین هست که ما میتوانیم همون نظر اسلامه، همون دیدگاه اسلامه، همون فواید اجتماع و اینها را برای مردم به سمع مردم برسانیم و نظریات برای مردم برسانیم و مردم آگاه شوند که بله انسان موجود اجتماعی است، باید با اجتماع باشه و با همدیگر همونطور محبت داشته باشند، صمیمیت داشته باشند، با همدیگر اخوت و برادری داشته باشند. چون یکی از جمله اهداف نظام اجتماعی اسلام همینه که باید احترام به حقوق همدیگر است. یعنی باید ما حقوقی که در کنار همدیگر داریم، در حقوق نسبت به والدین داریم، نسبت به مسلمان داریم، نسبت به بزرگا داریم، نسبت به علما داریم، این حقوق را بتوانیم از این گفتمان ها آگاه شیم، آگاهی درباره همین حقوق پیدا کنیم. یعنی وقتی که اینطور گفتمان های تشکیل میشه، باعث این میشه که مردم از حقوق مسائل اجتماعی آگاه شوند، از حقوق همدیگر آگاهی پیدا کنند و بتوانند یک اجتماع خوبی را تشکیل بدن. بسیار تشکر جناب دکتر قیصر. حالا جناب محمدی سر میگن که وقتی این گفتمان ها صورت بگیره، وقتی این گردهمایی های کوچک یا بزرگ صورت بگیره، فرد یا افرادی که در جامعه هستن میتونن آگاهی پیدا بکنن از حقوق خود. شما که مطالعه شما نسبت به موضوعات دینی بیشتر هست، اسلام چقدر تاکید کرده در این که حالا وقتی این گفتمان ها صورت میگیره یا وقتی همدیگر پذیر هستن، همزیستی داریم در نحو انعکاس میدین، نتیجه از اون چی خواهد بود و چه فایده هایی میتونه که بر جامعه داشته باشه یا بر فرد داشته باشه؟ طبیعی است که سوالی که جناب معمولی صحب کردیم دقیقا ما مسائل داریم که به شخص یا به فرد تعلق میگیره، یک مسائلی داریم که اونا تعدی به دیگران میکنه و طبیعی است که مسائلی که یک شخص به انفرادی رو انجام میده تا یک عمل مثلا کار میکنه که او متعدی هست، یعنی به دیگران هم آثار از او
اصلا میبخشه ای ارزش از به مراتب بالاتر از عمل فردی هست. ما حدیثی داریم که حدیث قصی که من ذکرنی فی نفسی، کسی مرا یاد کنه، الله عز و جلال میفرماید کسی که مرا یاد کنه به نفس خود، من اون به نفس خود یاد میکنم. کسی مرا به جماعت یاد کنه، من اون به جماعت یاد میکنم که بهتر از جماعت باشد. این چیه میرسانه؟ ولی این هم امیر رسانه هست و امیر اجتماعات هست که حالا ما اگه به تنهایی برم و یک کتاب را دارم مطالعه کنم خود خور شدم. اگر امیدم یک مطلب به یک رسانه آمدم و این رسانه همت گماشت و این موضوع را پخش کرد، نشر کرد، خود طبیعیست که این میان این صدا بر هزارها نفر میشنوه. ببینیم ما شخص به شکل فردی حالت اضطراری بوده، دعوت اسلام به شکل اضطراری 3 سال سری بوده، بعد میبینی دعوت اسلام علنی بعد سال چهارم یعنی اول سال چهارم بعثت میشه. خب این خداوند پاک میگه وانظر عشیرتک الاقربین، تو بیرون شده که کمر همت بسته کن و بیرون شو با تحمل رنجها و مشقتها و سختیها. پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام رو به اقصی نقاط جهان میرسونن. حالا تا روزی که بودن خود اینا و تا روزی که بعد نبودن شاگردان برحق و تربیت یافته شده مکتب محمدی صلی الله علیه و سلم. پس این اثر چی هست؟ اثر انمی گفتم آنهاست، اثر انمی یعنی مثلا پخش و نشر مسائل دینی است و فرهنگی است، هر چی که ما کلانتر کنیم میره آثار و فواید و برکات از این زیادتر و بیشترتر میباشه. بسیار تشکر حسینی صاحب. برمیگردیم به شما، پیشتر من از زمان شما شنیدم که گفتین حالا فعالیت هایی که شما در شبکه مردمی صلح داشتین تنها بس به شهر و بالاخره حاشیه شهر و نواحی نبوده، بلکه روستاها و حتی مناطق دوردست بوده. و اما در قسمت شنیدم که شما گفتین تا حتی تانستین که به حل منازعات موفق بشین که خوشبختانه نتیجه از او مثبت بوده. اینکه هنوز هم فکر میکنین که چنین مواردی هست و باید اقدام بشه و باید تلاش بکنین؟ ببینین ما وقتی در جامعه‌ای که هر چقدر جمعیت از زیادتر باشه مطمئناً مشکلاتی هم بیشتر است و این طبیعی است که ما شاید کوچکترین گره‌ای از گره بزرگترین گره‌های اجتماع خود ما باز نکرده باشیم، چون جمعیت ما زیاد هست و ما هم خیلی کوچک و اندک. اگر ما ایره خواسته باشیم که همین مشکلات هر مثلا حل منازعات بیشتر ما حل منازعات فامیلی و یا بگیم خانوادگی رو ما در بر داشت و ما کمک کردیم، همکاری کردیم با مصالحه، با گفتگو بین خانواده مصالحه ایجاد بشه. اما این یک خیلی یک نکته کوچکی است در اجتماع ما و این نیاز به زمان داره، یک نیاز به همینطوری که ما مثلا میخواییم همزیستی ایجاد بشه نیاز مبرمی داره که کل اعضای اجتماع دست به دست هم بدن و ما به هدف اصلی خود هدف نهایی خود دست بیابیم که همه با هم برای همزیستی کار بکنیم و حل منازعات خانوادگی و کمی بزرگتر بریم اجتماعی معلی و بالاخره در سطح کشوری ما بتوانیم منازعات رو حل بکنیم. این منازعات، حل منازعات و این برنامه های فرهنگسازی مطمئنن نیاز بیشتر داره و اگر عالم دین هست از طریق منبر خود، اگر رسانه چون بیشتر گفتیم از طریق تریبون یا برنامه یا دوربین خود و یا اگر نویسنده است از طریق کتاب خود، هر کدام به نحوی از آنها باید در راستای حل منازعات، همزیستی و مصالحه کار بکنیم و این نیاز زیادی داره که همه بسیج بشیم، بسیج اجتماع لازم. اصلا جناب حسینی صاحب ما حتی گزارش های داشتیم که تا یک خانواده یا یک قوم 40 سال با همدیگر اختلاف داشتن، 40 سال. و در کنار اینکه این مدت زمان و این سالها با همدیگر اختلاف داشتن قطع صله رحم بوده و حتی نزدیکترین افراد خانواده نتونستن با همدیگر ارتباط برقرار کنن و اینا چی بوده؟ این بوده که شاید آگاهی یا از همزیستی نبوده،
یا از مدارا نبوده، یا از همدیگر پذیری نبوده، یا بالاخره کسی نبوده که پیش قدم بشه. حالا به نظر شما نیاز هست که در چنین موقعیت هایی کسی پیش قدم بشه یا خیر قفلتی صورت میگیره خود خانواده ها یا افراد یا کسانی که در سطح یک جامعه بالاخره بزرگتر دارن با هم در زندگی میکنن اقدام نمیکنن؟ بیشتر موضوعی که شما گفتین دو گفتین قوم میگم دو برادر با هم مدت‌های مدید و یا مدت‌های خیلی زیاد طولانی از هم ناراحت بودم. خودم چندین واقعه یا چندین از این قضیه برخورد کردم که دو برادر با هم ناراحت بودن و طولانی مدت هم بود که قطع از رابطه صله رحم یا بگیم قطع رحم کرده بودن. اینا خیلی ما زیاد داره. اگر ما خواسته باشیم منتظر بمونیم که یکی دیگه برخیزه از جا دیگه بیاید و ما پیش قدم بشه، خواب است و خیال است. این همه برمیگرده علت اصلی از او به این که اجتماع ما، کشور ما کشوری است که من فکر میکنم 90 به بالا یا 90 و چند درصد ما مردمی داریم که سطح یا سواد ندارن یا سطح سواد از اون پایین است. و شما شهر هرات و یا شهر داخل شهر نگاه نکنید که مثلا ما داریم تحصیل کرده، خیلی از افرادی داریم که در جامعه ما در اجتماع ما زندگی میکنن که سواد ندارن و یا سطح سواد از اونها پایین است، سطح سواد دینی از اونها پایین است. باید همه با هم به فکر این بشیم که سطح دانش مردم خود در راستای همزیستی، مصالحه، مدارا، تساهل بالا ببریم. بعدن که فرهنگ سازی بشد و مردم با سطح دانش بالا رفت، مطمئنن تاثیرگذاری داره و نیاز نیست که همه بگیم نیاز نیست که یک گروه خاصی بیه، همه با هم باید برای مصالحه، برای همزیستی و مدارا کار بکنیم. اقشار مختلف متفاوت بدون وقفه کار. پس تنها نمیتونم بگیم که فردی باید بیا پیش قدم بشه برای یک گروهی، برای یک خانواده یا برای تعدادی که با دیگر این اختلاف داره. مطمئنم که من جواب منفی است که من فکر نمی کنم هیچ کس بتونه درد ما رو به جز از خود ما دوا. محمدی صاحب، حالا وقتی فعالیت ها و یا اینکه گفتمان های ما میبینیم که از سوی چنین شبکه های رو اندازی میشه مثل شبکه سر، واقعاً میتونه که اینا تأثیر مثبت روی جامعه داشته باشه یا اینکه به دراز مدت بتونه که حداقل گره باز بکنه که سالها شاید بین افراد جامعه باز نشده باشه؟ بازم در خدمت سوال شما، در خدمت شما هستم. سوالی که مطرح کردیم سوال خوبی هست. بله، خیلی خانواده ها هستند که با نظریات علما و دانشمندان همیشه منتظر هستند که این نظریات رو بشنون و گوش میدن به نظریات و تاثیرگذار است برای مردم. خیلی خانواده هست وقتی که یک عالم پشت منبر ایستاده است یا در رسانه صحبت میکنه، بخصوص در مسائل دینی، چون خود مسائل دینی به ذات خود تاثیرگذار است. وقتی یک آیه و یک حدیث مبارکه تلاوت میکنه، برای یک مسلمان خود مؤثر است. او مسلمانی که 50 و 60 و 70 سال عمر خود در اسلام طی کرده، وقتی آیه قرآن از مشنه میشنوه و احادیث پیامبر علیه السلام میشنوه، خیلی تاثیرگذار. بنابراین وقتی یک دانشمند، یک عالم از طریق رسانه‌ها صحبت میکنه و خانواده پیش همون تلویزیون خود نشسته هستن و او را تعقیب میکنن، تأثیر میگذاره و باعث از این میشه که او بره و او قطع صله رحم را برداره و پس با قوم و اقوام خود ارتباط برقرار بکنه و از گناه و بعیدایی که شریعت تعیین کرده برای کسانی که قاطع صله رحمه، او آگاه میشه و برعن خوف در قلب از او پیدا میشه و باعث میشه که این قطع را برداره و رابطه را برقرار بسازه. نظر به وعیدا و عذابهای سختی که برای کسانی که از همدیگر جدا میشن و قطع صله رحم میکنن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که قاطع رحم داخل جنت نمیشه و صله رحم به عرش خدا آویزان است. هر کس او را وصل کنن ما رحمت خود را به او وصل میکنیم و هر کس او را قطع کنه ما رحمت خود را از او قطع میکنیم. وقتی همچنین مسائل برای یک مسلمان گفته شه و او آگاهی پیدا کنه، هیچ عنوان مسلمان این ارتباطات را قطع نمیکنه و پس تا
تعاون و همکاری رو با همدیگر شروع میکنه و همدیگر پذیری شروع میکنه و قطع سلیه رو برمیداره و با همدیگر ارتباط برقرار میکنه. بسیار تشکر. جناب استاد کریم، پرسش آخر هست از شما داشته باشون کوتاه ولی من جواب بدین. وقتی ما میبینیم که در یک خانواده، در یک اجتماع، در همایی بالاخره یک محیط افراد با همدیگر نزاح دارن یا اینکه با همدیگر سالهاست با کدورتی که پیش آمده زندگی میکنن، چقدر نیاز است که از فرد کوچک جامعه تا خانواده تا فرد و همچنان بزرگسالایی که هستن ولی از نوخته بشه که واقعا اسلام چنین گفته، بزرگا چنین گفتن، پیامبران چنین گفتن که بعد همدیگر پذیر باشه و یا اینکه همزیستی بین خود به نحو انعکاس بدیم که فواید از اون چی هست؟ ببینیم، ما وقتی میگیم مسلمانیم، اسلام با ما دستور میده که باید به شکل کامل به اسلام داخل شیم، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ما باید به اسلام به شکل کامل داخل شیم. شکل کامل بیمانه که نمیشه که بعضی احکام که ظاهران فکر کنیم به نفع مانگه چه هم و احکام به نفع مانه، چی باید هاست چی نباید هاست. ما یک سری مسائل رو بگیریم و یک سری رو باز او طرفی اندازیم. پس الله عز و جل میگه کمال شما به اینه که تمام احکام دین، تمام احکام شرعی را قبول کنه. و یکی از مسائل مهم دین همین مسئله همدیگر پذیریه که این فواید و آثار زیادی داره. شما ببینید، یکی از فواید مهم از اینه که آرامش برای انسان میده. حافظ علی رحمه میگه آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که فتح مکه میکنن میان چهل بار پیامبر جمع میشن، پیامبر صلی الله میگه شما از ما چی انتظار داریم؟ خود شما چی کار میکنم؟ اونا میگن که ما خوب میفهمیم که خیر ما در باره تو توقع داریم، چرا تو اخون کریم و ابن اخون کریم هستی، تو یک انسان با کریم، با کرمی، با جودی، باز با برکت. ما از تو جز از خوبی و احسان چیزی دیگه ندید. ما هیچ انتظار انتقام از تو نداریم، چون انتقام چی است؟ سوزینده جامعه از بین میبره. ما هیچ وقت این انتظار نداریم. بعد پیغمبر چی میفرمه؟ اذهبوا انتم الطلقاء، بریم همه شما آزادی. ببین حضرت موسی، حضرت یوسف علیه السلام بعد از اینکه برادرای رو میشناسن به اونا چی میگه؟ اونا چی تا به اصطلاح مثل بید لرزان وری میرسن اینا، ولی حضرت یوسف اونا چی میگه؟ لا تصیب علیکونه، بری از این شما ملامتی نداری. به روایتی آمده که تا به لحظه اخیر عمر خود یوسف علیه السلام داستان به چاه انداختن خود به اونا ابراز نکرد. ببینید اینا درسه، اینا اینه میرسانه که ما مدارای سالم مثبت داشته باشیم تا جایی که ارزش های ما خدای نخواسته به چی نشه، زیر پا نشه. تشکر جناب استاد غریب. وقت برنامه ما رو به پایان رسیده. جناب حسینی صاحب، به عنوان آخرین سوال از شما میخوایم این داشته باشیم که حالا وقتی سر اصل حرف اگر برگردیم که بحث ما، موضوع برنامه ما هم همزیستی و مدارا در اجتماع هست، وقتی صحبت از همزیستی و مدارا در اجتماع میکنین و شما هم که در شبکه مردمی صلح فعالیت میکنین، دامنه این فعالیت ها شما تا کجا خواهد بود و اینکه چه برنامه های بزرگتری داریم برای آینده؟ من یک موضوعی چون پیشتر فشورده اگر باشه صحبت. دقیقاً من به خاطر که سوال قبلی شما که از ما پرسیدیم چقدر تاثیرگذاری بوده، من گفتم کوچکترین گره به خاطر که شبهه در اوست پاسخ من نباشه، من از نظر آماری گفتم کوچکترین گرهی هم نشده، چون فعالیت ها از نظر من خیلی مؤثر و خیلی تاثیرگذاری بالایی داشت، اما از نظر آماری اگر نگاه بکنیم در جامعه ما این کوچکترین گرهی هم از گره مشکلات مردم ما باز نکرد. و میفهمیم که جدا از این که ما عضویت در شبکه مردمی صلح داریم، به گفته جناب استاد دکتر حقیق غریق صاحب معذرت، من این نظریه دارم که وجیبه ایمانی و وجدانی ما هست که ما در راستای همزیستی و مدارا و مصالحه همه کسایی که در اطراف ما در کنار ما هستن همکاری بکنه. اما از نظر شبکه ای که ما کار میکنیم، انشاءالله ما میخواییم که
ایره گسترده تر و وسیع تر داشته باشیم و فعالیت های ما مزیدتر و بیشتر باشه و گفتمان ها تنها به گفتمان ها ما انحصار نداشته باشیم در راستای حل منازعات و در راستای فرهنگسازی و بلند بردن سطح دانش اجتماع خود انشاءالله دریغ نخواهیم کرد و برنامه هایی خواهیم داشت انشاءالله. از حضور مهمانان عزیز جناب دکتر سید عبدالسلام حسینی استاد پانتون هرات و همچنان دکتر محمد رفیق قریق استاد پانتون و استاد آقا گل محمدی استاد پانتون، ممنون و سپاسگزاریم که دعوت ما پذیرفتین و ویسدیو رادیو تلویزیون معراج تشریف آورد. تشکر از شما تشکر و همچنان از همه شما بیننده های عزیز تلویزیون معراج ممنون و سپاسگزاریم که گفتمان امروز ما رو دنبال کردین و بیننده بودین. امروز در ارتباط به همزیستی و مدارا در اجتماع صحبت کردیم با مهمانان و کارشناسان این برنامه. تا برنامه بعد، الان نگهدار شما. این برنامه از طرف مؤسسات مرکز تعلیمی زنان افغان یا اوک، مؤسسه انکشافی صنایع یا SDO و دفتر ارتباط TLO تطبیق کنندگان پروژه جست فیوچر به شما تقدیم شد.